نگفتیم اینو. این حرف و دیگران یه وقتای قبلها کسایی از عرب ها گفتن، ما هیچ وقت نگفتیم اینو. ما کسی رو به دریا نمیرسیم. این یعنی ببخشید، ببخشید من یه چیز دیگه نشونه بدم، یعنی گوه خوردیم دیگه. اینم تقدیم به شما آقای خامنه ای عزیز، درستش کردیم، حالشو ببرید. گوش کنید، نیم قرن میگن اسرائیل را محو میکنیم. اسرائیل 25 سال آینده رو میگن نخواهد دید. ما موشک هایپر مارکت داریم، توی 7 دقیقه میزنیمشون. هایپر سونیک البته. هایپر مارکت هم میکنم، ولی نمیم هایپر مارکت نشده بودم. برید شنا یاد بگیرید. اگه غلطی بکنی حیفا و تل آویو رو با خاک یکسان میکنیم. قلص مال ماست، برای مسلمان هست. هر سال یه روزم برای قدس در حقیقت راه پیمایی میکنن. 7 اکتبر شد، حماس به اسرائیل حمله کرد. هیچ گروه از مسلمان ها گردن نگرفتن. توفان الاقصا. شما اول هم داشتن چینی نخش کردن، بعدم یه روز یه دوره هم بلند شدن تو چیز رفتن فرودگاه مهرآباد که پرواز داخلی بود، قابلمه هاشون رو برعکس کردن، گفتن این قضا مقلوب است، اسرائیل سقوط میکنه. چند روز منم رهبرشون گفت به جان مشتبه ما نبودیم. امیر عبدالله یا 54,000 بار گفته ما نبودیم. اصلا نسلالا گفت تحملن تحملن. اینا هنوز برای ما رجز میخونن، میگن اسرائیل داره میبازه. دیگه اصلا نسلالا گفت ده میلیون نفر ثبت نام کردن، ولی یه نفر نرفته کمکشون. همیاران مرسی بابت هستی که میگه به جان به جاش رفتن مقلوبه درست کردن. آی خدا خفه شدم. گفتن اسرائیل جرأت حمله زمینی نداره. از حمله به اسرائیل رسیدن به اینکه پاستیل نخریم، ژلاتینشو اسرائیل حقیقت میزنه. گردنم درد گرفت. ای خدا این واقعیتتونه، یعنی خاک تو ستات فرودگاه مهرآباد رو نگفت، چه بینم این مرز خسروی رو نگفت، موشک درست کردن، موشک کمپین موشک کاغذی رو انداختن، تازه رایفی پور رفت جام فوتبال فلسطین برگزار کرد. ببین آخه خفشی چقدر واقعا دنیای اسلام چی کار میکنه با مغز. هنوزم رجز میخونن، هنوزم 200-300 تا با هم جمع میشن در کلاب هاوس و در این اسپیس توییتر با هم تحلیل میکنن، میگن اسرائیل رو نابود میشه. خدایا بعد میگن که نتانیاهو جرأت نداره جنگو ادامه بده. نتانیاهو برای اینکه مثلا دولتش سقوط نکنه داره الان به این جنگ مثلا دامن میزنه که دولتش سقوط نکنه. نمیفهمن قضیه خیلی بالاتر از دولت نتانیاهوه. اصلا بعد میگن آقا ما پدر نتانیاهو رو نتانیاهو پا از نابودی اسرائیل رسیدن به پایان عمر دولت سیاسی نتانیاهو. باور نکردنیه. 17,000 نفر تو غزه کشته شده و اینا همچنان رجز میخونن. آره اونو که میدونیم، اینو خود بچه ها میدونن، این ویدیو معروفیه که صدا گذاری خود چیز کردیم، زیر نویسش خودمون واسه خودمون زدیم، اون داره یه چیز دیگه میگه. به هر حال اینه داستان، یعنی واقعیت های میدانی اینه که با جماعتی طرفیم پر رو و انقدر مثل مگستن دیگه. مگست اصلا میاد ویر. آقا تو که میدونی که من یه دونه دمپایی بردنم تو سرت بزنم میمیری، چرا میای در گوشم ویز میکنی؟ برو جای دیگه خونه ویز کن، وات کاری ندارم.
مگس دیدی چیکار میکنه؟ مثلا خونه مثلا هست توی اتاق هال نشستی 40 متر هال، مثلا 40 متر میتونی تو دایره پروازت باشه، باید کاری نداری، میاد در گوشت مجبورت میکنه که تو بلنشی با دمپایی بزنی تو سر شما. بچه شیاره من 5 سال باهاتون کار نداشتم، مثل مگس انقدر اومدید در گوشم مجبورم کردید که دمپایی بردارم دوباره بزنم تو سر این حسینتون، حسینتون ریقش در بیاد. این واقعیتاتونه. شماها پریود مغزی هستید، مغزتون به جایی که مثلا پریود مغزی از مغزتون مثل سر حسین خون میاد، باور می‌کنید واقعیت میدانیتونه. چه تا کجا میخواد این چه مسخره؟ آخه بابا کشورداری دلقک بازی نیستش که. همین مجموعه که الان ما با خنده اجرا کردیم، واقعا ببین اینا برای ما الان خنده بود، شاید بعضی فکر کنم ما داریم شو بازی میکنیم، واقعیت میدانی اینا بوده. توی 50 روز گذشته این کارا رو کردن، قضا درست کردن، برگردوندن، گفتن مغلوب است، کمپین موشک کاغذی رو انداختن، رایفی پورینا بلند شدن رفتن جام فوتسال فلسطین رو انداختن، بعد رفتن تا مرز خسروی با ماشین برگشتن فقط پدر بنزینای ماشینشون رو توی این گرونیا هدر دادن، رفتن فرودگاه مهرآباد که پرواز داخلی داره، کمپین را انداختن حریفت منم، از حریفت منم همدردت هم رفیق، از هشتگ حریفت منم، حریفت منم آقای اسرائیل، رسیدن به هشتگ همدردت هم رفیق. بعد اومدن با 20,000 تا آی پی برای ما 10 میلیون نفر گفتن امضا کردن، 20,000 تا آی پیه و 10 میلیون، ولی یک نفرشون پاشون رو تو اونجا نذاشته، سید مقاومتشون گفته تحملن تحملن، باز تحلیل آقا خیلی پر روید شما، بازم دایی تحلیل میکنید، بازم میگید ما فلا. بعد 70 تا حمله کردن، 70 بار به پایگاه آمریکا حمله کردن، یک سرباز آمریکایی کشته نشده، اون 3 بار حمله کرده 19 نفر از اینا کشته شدن. هر جور حساب کنی خیلی مملکت داری مگه اینقدر مسخره است؟ بعد انتظار دارم بعد میگه آقا چرا ما مثل مردم غرب وضعمون خوب نیست؟ چرا مردم سرانه مصرف گوشتشون نسبت به کشور جیبوتی 1/4؟ مصرف سرانه گوشت مردم ایران 4.5 کیلوه، مال کشور جیبوتی بالای 16 کیلوه. جیبوتی که مسخرش میکرد آقای جوله، اون 16 کیلو مردم آفریقایی گوشت میخورن در سال، ما 4.5 کیلو گوشت میخوریم در ایران. ما هم که الان تو جزر قناریم متوسط مصرف گوشتمون در ما 6-7 کیلوه. بعد سرانه گوشت سالیانه مردم ایران 4.5 سالیانه. بعد اینجوری میشه مملکت دیگه؟ مملکتی که رو گنج خوابیده وقت بابت یه همچین سازمان فکری احمقانه، بابت اینکه مسائل زندگی و مسائل کشور رو با یک عقیده متوهم به دلغکیسم کشیدن، به ابتذال کشیدن. تحلیلگراشون هم در همین چارچوب ابتذال مورد آنالیزن، باید تو همین چارچوب مورد آنالیز و بررسی قرارشون داد. در یک چارچوب مبتذل نتیجهش هم میشه، حاصلش میشه وضعیت کنونی کشورمون که تو همه چی در حال فروپاشی هستی و مهمترین فروپاشی ما فروپاشی شعوریه، فروپاشی فکریه، فروپاشی شخصیتیه. هممونا فکر نکنید من خودم رو جدا کردم، من الان اینجا دارم اینجوری فحاشی میکنم، یه سری حرکات میکنم، اینا خودش فروپاشی شخصیتی، تمام پرنسیپام خودم هم به خاک دارم. جمهوری اسلامی یه کاری کرده، چه موافقش باشی چه مخالفش باشی، به صرف ایرانی بودن هممون داریم واقعا میریم به سمت فروپاشی. اینا واقعیت دیگه، خودم هم جدا نمیدونم، منم با جامعه هم. کارهایی که جمهوری اسلامی کرده جنایت، ببین مثلا منو مجبور کرده از اون پرنسیپم دیگه شروع کنم اونجا بهشون بخندم، فحاشی کنم، صبح تا شب بگم شاشیدم تو حلق تشنه امام حسین در مورد واژن گشاد خانم حضرت زینب صلی الله صحبت کنم، در مورد سوراخ ماتت گشادتر مادر گرامیشون فاحشه دو عالم خانم فاطمه زهرا صلی الله صحبت کنم. خب اینا فضای این میشه فروپاشی اخلاقی دیگه، فروپاشی شخصیتی میشه دیگه. هممون دچار این فروپاشی ها هستیم. چرا؟ چون سازمان فکری کسانی که بر ما حاکمن تهشون رسیدن به کارهایی که تو 50 روز گذشته در دفاع از غزه دیدی. دیدی 50 روز چه دلغک بازیایی در آوردن، کمپین موشک کاغذی را انداختن، قابلمه برعکس کردن، این میشه نتیجه‌اش.